وطن یعنی زلال چشمه پاک، وطن یعنی درخت ریشه در خاک. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. خب جو با صفای همه هست دیگه، اینو سرسبز دیگه، اینو دندوم وقت پیشتم او هم بود، اینو رو دیگه هم بدارم ولی خالی سرسبز شده. ولی فعلا دیگه جایی که او نبود دندومی نیست دیگه. در کنار ارباب صاحب سید محمود خان هستم و یک تن از موی سفیدان و بزرگان قریه زیبای قوقا و هم کمی قدم زدیم. واقعا یک جای خوبی هست، کوچه بسیار زیبای پر از درخت. بله. و آبم که آبم زیاد الحمدلله. اما فصل بهار دیگه مد نظر داشته باشیم که چی جای میشه اینجا. خوب جایه. حتما انشالله در همین فصل شما بیننده عزیز بیاین در قریه زیبای قوقا، مربوط به ولسوالی زندجان هست، نرسیده به پل هاشمی. بسیار جای زیبای، بیاین و مردم مهمان نواز قریه قوقا را از نزدیک ببینیم و از این فضاهای زیبا استفاده کنید. ما برای شما مهمون دعوت میکنیم. بله. خیر بینی خانم. اجازه قصه کنین که جوانیم یا پیر شدیم؟ من فعلا که از 80 و 75 عمرم هست، جوانم هست. خب ماشاءالله. جوانم هست. 85. 85 سال عمر دارم، انشاءالله جوانم هست. یعنی 30 سال از آقای کاظمی کلانتر شما. از ما کلانترم. یا نه اونو کلانترم. اونو کلانترم. اونو 100 سال عمر دارم. 115 سال. همیده که. 85 سال عمر کردین. بله. یعنی هم میگم داخل می قریه قوقا بوده دیگه. داخل می قریه قوقا پیر بود، داخل می قریه بود. چگونه بوده گذشته ها؟ چقدر از زمین 85 ساله که عمر کردین رزین؟ ما از زمین 85 سال که عمر کردم بسیار وقتا رزین، بسیار وقتا ناراضم. بسیار وقتا از این ناراضم که به همیشتگی مردم افغانستان ما رو در بدر کرد، خاک بسر کرد. ای میره ای میای ای میره ای میای احمد میره بمون میبره تا لقمه ما پیدا میکنم لقمه ما این باسی دیگه بخون ما میره یک برادر دیگه ما همین لقمه ما از گلو ما بدر. متاسفانه اگه نه که خوب وقت داشتیم خوب باسیدگی کردیم، از روزی که جمهوریت به پا شد ما نون خوش نخوردیم. احمد آمد و من بودم و نمود آمد. انشالله که عزیب بزرگ دیگه، امیدواریم که دیگه امید به خدا که اگر خدا بخواست او اگر بخواست میشه، اگر نخواست همه تا چپرو رفته میریم. یک کمی تفکر داشته باشیم با شما. انشالله خداوندم راه ها برای ما مشخص کرده، بر راهی که خداوند گفته برین برین و گفته نرین نرین، انشالله افغانستان ما گلزار میشه. فصل نهال کاری هم هست دیگه زمستان، درسته؟ امسال خود شما نهال بکشتین؟ ما تا حال خود ما فعلا نهال نکشتیم، نیت داریم که ست تا نهال بونه قصد کنیم به جوایی و کنارم جوای زمین های خود رو قصد کنیم. دیگه برادر ها شونده هم، یعنی کار شما میکنین دیگه؟ حتما حتما. ما خود ما تقریبا یک نیم هزار نهال فعلا به دور زمین های خود دارم. یک نیم هزار نهال شاید دشته باشه، این نه شاید هستم. درسته. البته بیننده گرامی، من 35 اصلا نهال شوندم. امیر غمی که گفتیم که هر یک کدوم ما باید 5 تا نهال حداقل بشونیم، مثل 5 تا درخت بشوندم. انشالله باز میوه های هم به دست آمد برای شما شریک ما هم میمون کنیم. حتما انشالله. نه دیگه شما مگر هم میوه بدیم برای ما دیگه. نه شما جلوتر نهال میوه شدیم. نهال میوه نشدیم. نهال میوه نشدیم. چی میوه های داره؟ میوه های سردرختی غیری شما دیگه به یه قریم و بخ کنیه. همین کسی که تا اصراق و یک چرخ یا خود اتیار کرده، شفتالو، سیب، زردالو، بعد بلا ایتو چه هست، انگورو بعد بلا ایتو چه، ما باغ نداریم. بیشتر فکر میکنم توت هم زیاده. توت زیاده. توت هر چه که بگیم زیاده. یعنی به وقتی که توت ها میرسه به همین کوچه گسفندام اگه میریم یه سر میشه از دوره که میره در کوچه. حتما به توت خورده به قریه زیبای قوقاب یه. شما آقای کاظمی یک کمی دیگه بپرسم، چون یادم از یک موضوع صنعت قدیمی آمد. صنعت ابریشم هم در داخل غیر شما بوده؟
صنعت ابرشم همول فعلا هم هست. صنعت ابرشم از دیگه تون بکنم با بفهم نه. نه همون که همون کرم ابرشم. کرم ابرشم هر سال سال 50 تا 60 تا جواب ما داریم. از اون عایدات زیاد میگیریم تقریبا 20 لک همین مردم عایدات میگیره از اون کرم ابرشم. خیلی خوب به خاطر اینکه همین درخت توت که به یک منطقه زیاد بود برای او حتما هست. حتما هست. کی شروع میکنیم؟ حالا که جواهر جواد که حساب کنیم به سر آخر سر میآید. تقریبا 28 روز 27 روز کسی که جمع میکنه زیادتر دوام نمیکنه. کسی که جمع نمیکنه بس 35 و 40 روز میرسه. ولی به 28 و 29 روز خود ما هم بچه ما روزی که جواد استیم حالی خود ما بفتادم بچه ما مفتادنیه. ولی به 29 روز ما پلر ببردیم به ایراد بردیم بفروختیم. یعنی هنوز هم پلوری یا همون پرورش کرم ابریشم در داخل قری شما هست؟ هست. ان شاء الله در فصل بهار اگر مسیر ما خورد حتما میایین از خدا به خدا کرم ابریشم هم ببینیم دیدن کنیم. زنده باشین. چه خوب وقت خوش داره. من تا حالا واقعیت از نزدیک ندیدم همین کرم ابریشم. ان شاء الله ان شاء الله حتما اگر ببینیم سال. قابل دیدن دم کینه و بعد برابر میشه میخوره دویله که همه مار فش فش نمیکنه که برای میره همه دل فش فش میکنه همین کرما که بعد میخوره همه تو فش فش میکنه. البته به خانه تعریف میکنن پدر و مادر اینا که در زمان های گذشتون هم داشتن ما تعریف ها رو شنیدیم ولی ندیدیم. انشاءالله باز میاییم با شما میبینیم. خب بیاین که خود شما قدم زده می طرف برین دیگه. میمون ما هستیم هر وقت که بخیر اومدیم چاشتم زو شما دعوت میکنیم. میمون ما هستیم به دیگه چیزی نی به چهار تا تخم مرغ به شما پخته میکنیم. تخم مرغ کامل پروتئین چقدر. بیا یکم دیگه قصه کرده خدای شما بریم بریم. بیننده گرامی در داخل یک زمین به اصطلاح روستاییان سبیستی آمدین و جمعی از جوانان اصرار کردن که ما باید گوشتی برای اندازنین. ما هم خیلی مشتاقیم که این ورزش محلی و سنت پیامبر ما صلی الله علیه وسلم هم هست انشاءالله ایجاد کنیم. بیننده گرامی در یکی از موقعیت‌های روستای زیبای قوقا جمعی از جوانان در حال کار کردن یا حشر عمومی هستند. جوانان خوب این مونده نباشید. جان خوشحال هستم. سلامتین. زنده باشین. الحمدلله سلامت باشین. زنده باشین. توضیح بدین که چه کار میکنن جوانان در اینجی خاک بار میکنن. به خدمت شما عرض کنم اینا جمع بیامدن همین خاک برداری میکنن زمین میبرن بده بالا که خاک بردن برای آینده بخیر. که از بهار بخیر انشالله شروع کنه چند تا خونه میگه برای اندازم. خیلی خوب انشالله. یعنی هنوز خونه های گلی در قری شما ساخته میشه؟ بله. خیلی خوب. یک کار بسیار خوبیه که بله یکی که اقتصاد تقاضا نمیکنه که پخته برای اندازم و دیو از این که خوبه دیگه خاک هم مفته موتر هم حساب کنی روم نزدیک دیگه دمی جور میدن تل هم بزی گیری نی خوش همه بایی از رو دیور هم نمیشه. اصلا حال بس امی خانه پختر که مثلا مد نظر چون معیاری خیلی ساخته نمیشه گرما و سرمال مد نظر داشته باشین خونه گلی خیلی بهتره. بله خیلی بهتره. بله امی در امی فصل زمستان فکر میکنم خیلی خونه های گلی گرمتره نسبت به خونه های خیلی بهتره به هزینه کم به حساب هم گرما نگاه میداره هم به حساب سرما که مثلا موقعی که زمستان اگه خونه گرم میشه و گرما خور نگاه میده. خیلی خوب. بله. این حشر عمومی همیشه به قری شما هست؟ بله. یعنی کارا جوانا جمع میشم کار؟ بله بله همیشه هسته. هر کس که همیت کار عمومی داشته باشه همه برادر و همه بچه‌ها جمع میشن چون این قریه که هست همه تعداد زیاد از اینو خود اندگر همه فامیلن.
ایت بیگانه و داخل از قریه نیست. خیلی کم اگه یکی دو تا پنج تا اگه باشه. یا خیرات باشه، خدمت قرآن باشه، هر چی که باشه، این مردم خداوندگار خود کمک بکنم. حتی ما آشپز به قریه خود خود داریم. از بیرون ما آشپز نمیاریم که مثلا اینجا برای ما دیگه پخته کنم، محفل باشه، عروسی باشه، خیلی خوبه. من دیگه ما همین قرآن میکنیم، حتی خیرات باشه، درخت هزومی از خود سر جمع میکنم. نیاز ندارن که مردم بره برای خویزون بخره یا ای بری برکنه. هر که بالاخره یک درخت میارم اینجا به خدم قرآن یک عروسی چی دیدی شو باشم اینجا کمانه. و دقیقا من وقتی که میگم مهربانی در روستا زیاده همینه. شما مد نظر داشته باشین یک هفته عروسی یکی از اهالی روستا که میمونه چند نفر جمع میشن میان دم خونه می کسی که صاحب محفله کنده های عروسی رو میشنن. درسته. یعنی جمع میشن که بیاین کنده عروسی فلانی عروسی فلانی بشکنه. خیلی خوب، انشالله که اتحاد و اتفاق شما همیشگی باشه. ممنون شما. تشکر از دعوت کشیدین بیام از خبر گرفتین. خب بیننده گرامی، در داخل کوچه های قریه زیبای قوقا قدم میزنیم و در اینجا یک سوپرمارکت محلی بسیار زیبایی هم هست که ما دکاندار رو صدا میکنیم. سلام علیکم. سلام. البته دم در استاده هم خوب هستیم. بخیر اینجا بیاییم که بیرون بیاییم به خاطر که داخل کم تاریک. سوپرمارکت میشه گفت که کامل هست در اینجا. خوب هستیم انشالله. چرا خوشحال هستیم. بخیر یک معرفی بکنیم. سید احمدم از قوقا. سید احمد جان چی دارین داخل فروشگاه؟ خوب هر چیزی انشالله هسته. از اینجا که میبینیم ما دیگه از این کردیت کارت موبایل و دیگه داخل هم که حتما دیگه خوراکی و انواع هست. هر چند بار میرین از شهر اینا میارین تهیه میکنین و به فروش میرسونه؟ هر هفته یک بار تا دو بار میارم. مثلا خوراک هایی که بیشتر میفروشین چیه؟ چی داره؟ دیگه بیشتری وسایل مثلا برنج و روغن اینا داریم. دیگه باز خرید بچه ها مثلا پوفکی چپسی چیزا لازم بزی و اینا هم دارین؟ بین کم این طرف تر لازم بزی و هم برای بچه ها داریم مثل توپ و نمیفهمم چی اینا. بله هم هست. باز بیشتر وقت ها مثلا لازم بزی برای وقت عیدا اینا میاریم. ملا و اینا. خیلی خوبه. این بگین که خطرناک بود اگه حال متوجه شد. این بگین که چقدر فایده میخورین؟ ما کمی اهالی قریه شما شعار به تلویزیون میبینن بفهمن که چقدر فایده میگیرن. فایده ما که ارباب صاحب اینجا شیشتی هم جناب محترم رئیس شورا هستم دیگه اینا به من به حساب دکندگه هم هست به غیر از ما. حقیقتی حالا نه که ما خود تعریف کنم، بالاخره هم هر چیزی همی که انصافه که ما به اون شهر هر چیزی که اونجا میفروشم حسابه که ما اینجا میفروشیم به نخ همون شهر هم اینجا. بله. خب باز خرید عمده درصدی داره که باز همون شما مد نظر دارین. بله. یک رفاهیت هم برای مردم شده، یک ذره کرایه بدن برن به شهر برای خرید و اینا شما هم اینجا به دسترس اینا قرار میدین. ما در هر جا قدم میزنیم لذت بیشتر میبریم از مهربانی مردم، از با هم بودن مردم، از کارهایی که مردم روستا در داخل روستا برای خود انجام میدن. در اینجا میبینید که یک جوان در حال ترمیم موتورسیکل هستن. خدا قوت مونده نباشین. چرا خوشحال هستین؟ بخیر انجان شما جوره؟ سلامتین. شما کار شما سکل سازیه یا کار رایندزی میکنه؟ من کار رایندزی میکنیم. من اینجا دکان خور بفروشی دارم. خیلی خوب. یعنی سکل ها همسایا اگر مشکلی داشته باشه خورده کاری داشته باشه اونا هم انجام. خیلی خوب. بسیار کار خوبیه. مثلا چی کارهایی میتونین ترمیم کنین از موتورسیکل؟ همه کارا بطری و مثلا جای بعض و جا برق قد باشه، پنچری باشه، چراغ دیگه دیگه خورده کاری. خب همه بو شد دیگه. فقط هم ماشینی مونده. که ماشینی هم بسونیم مشکل پیدا نمیکنه. حالا فکر میکنم که این بطری هم میره عوض کردین تیزابی رو. این فقط تنها مشکل داشت که برق خواهی هلا مکدیر به جوش بشوشتم دوباره پس تیزاب کردم. ولی من بگذارم روی که سعی کنم کار میده یا نه. خیلی حتما هم کار میده که چون شما با اخلاص و برای همکاری این کار رو انجام دادین و مطمئنم که کار میده. این چین موتوری هم هست، موتور کلونه. این همه لیمرای دیگه. خب یعنی به این منطقه شما دیگه مگه آدم میتونه موتور داشته باشه؟ بله، چون مسیر مدیر تا به شهر. من بعد از این موتور اینا به مصرف تیل از اینا چی رقمه؟ مصرف تیل از اینا دو تا میریم به شهر میایم تا میدان بار اینا میریم میایم. دو لیتر تیل بندازیم تا میدان حداقل 50 60 کیلومتر میشه دیگه. درسته 60 کیلومتر زیاده دیگه. خوبه. خیلی خوب ان شاء الله که همیشه کار شما رو برا باشه و اینکه
برای مردم خدمت میکنین، خدمت به خلق الله، شاید در مقابل کار شما یک مبلغی هم برای شما حتما میدن. بله. اما خو همی که امید زمینه رو مساعد کردین تا که مثلا همی جای معمولی از این نبرن به شهر شما درست کنین، همی هم برای شما خیر و ثواب کار رو اندازی هم است. ان شاء الله که همیشه موفق باشین. تشکر از شما. زنده باشین. خدا نگهدار شما. بیننده گرامی، ما در حال قدم زدن در داخل کوچه ها هستیم و ای که در اینجا یک سگ رمه خوابیده گفته آقا کازیم میگم به طرف سگ نگاه نکن که حمله نکنه. من دیگه نگاه نمیکنه ولی او نگاه میکنه. اما دور گردن آقای یاشوری تصویر زوم کنن حتما میبینین یک گردن بندی هست با میخوای بلندی که به این طرفه. من توضیح بودم که این سگ بر رد گوسفندها میره بر رمه، یعنی در صحرا و کوه اینا یک وقتی اگر گرگ حمله کنه معمولا گردن سگ میگیره یا حمله میکنه به اون قسمت. این میخا باعث میشه که ما فکر رو حمله کرد، باعث از این میشه که مثلا گرگ زخمی بشه و این سگ به اصطلاح نتنه چپه کنه. خیلی سگ قوی هم هست تا هنوز که ما رو نگرفته و طرف ها خیره نشده. ما از اینجا بریم. حالا هوای خوب، انرژی کامل، اکسیژن پاک در غره زیبای قوقا هستیم و در اینجا یک گفتن یک پسته صحی هم هست. میریم داخل پسته صحی ببینیم که چی خدمات برای مردم دارن. آمدیم در داخل پسته صحی، در کنار مسئول این پسته هست و ما میخوام که یک معرفی خوردشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. جانب عطاءالله عرفانی، کارکن صحی قریه قوقا، ولسوالی انجیل، ولایت هرات باستان. ولسوالی انجیل گفتین یا زندجان؟ ولسوالی ما ملکه بجم زندجان و نفوس بجم انجیل. دور غمه ایم شما. بله. درست. سرمرز قرار دارم. سرمرز، بله. چند سال میشه که این پستی صحی در غری شما ایجاد شده؟ تقریبا 22 سال میشه من رضاکار. 22 سال. تمام خدماتی که صورت میگیره به شکل رایگان میتونیم از این دوستان بپرسیم. شب و روز به خدمت از این هستم. موز خورم بدیدیم. تمام امراض که خدمات میشه همه کلن من به نظم در آوردم اینا. بسیار عالی. تقریبا تیمی 22 سال کلن در همین مرکز بدین اگه درسته؟ بله. و تقریبا پنج سال به صفت سوپروایزر سی هم رضاکار بودم، سوپروایزر سی به مرکز شکیبان بودم. پنج سال هم میشه تقریبا به اینجا به مرکز سی قلعه خود سوپروایزر سی جا میشه. خیلی خوبه. چی کارهای را انجام میدین برای، یعنی چی مشکلاتی از مریضی ها شما؟ تدایی امراض خفیفه که هست، مثلا جریواتی است، گرفتگی، سختگی، پانسبان، زرقیات، سیریوم، انتراکت، همینا هر چه که پیش میاد خوش میاد در خدمت این مردم پاس. هر انتراکتی که کار میکنی چند پول میگیری؟ چه میده خواست بر رضای خدا، ما خدا را از خدا خواهیم و بس جز خدا ما دل نمیبندیم به کس. بح بح، بسیار عالی، خیلی عالی. انشالله که همیشه موفق باشین. بعد داروهایی هم هست که تجویز میکنین برای داروهای که حال ما داروی داریم که منتظر فعلا به دسترس ما قرار نداره، خلاص کردیم. پرستامول، کوچه میکسازول. فکر میکنم اون دارو هم به این پسته های صحی به طور رایگان توزیع میشه. بله، هر سه بار یک دو برای ما میدم، هر سه بار یک دو میدم که برای دسترس همین مسلمان ها و کسانی که به خط اول جبهه جنگ صحت قرار داره در مقابل امراض می جنگ علمی رضاکارهایی که به یک دونه پرستامول میبینیم که یک انسان تدعی میشه که از یک هزار کرامتر گیریم. خیلی عالی، انشالله که همیشه موفق باشین. تا چی وقت شب آمدن دم خانه شما در زدن که ما مثلا مریض داریم؟ این تشبه باشده برار گل که به سر فرمه برفتم به بستر خواب بالای خود بپوشیدم، شش ماه بسته شده، باز دوباره درس را زنگ اومده، باز بخستم، باز برفتم، گفتم خدایا برای ما توانایی دادی، ما به خدمت همین جامعه خواه هستیم و تا زنده هم باشیم و این دوار هم بکردیم که خدا برای ما اولادی هم بده که همون اولاد ما مستر خدمت بنیم محیط و منطقه ما باشیم. خیر بینیم که بو شده کم خدایی بو شده کم. درسته. مگه همیشه میگم و ای که مهربانین از مردم روستا بیاموزین همینه. ببینین که با این سن سال، سالهایی که در بخش صحی در حد توان که موضوعاتی که گفتن برای مردم خود خدماتی را میکنن،
واقعا که قابل توصیف هست و انشالله که امور غمی که گفتن مزد اینا رو هم الله متعال میده. در بخش خواهرها هم همکار دارین شما؟ بله در بخش خواهران که هست همکار والده خود منه که بیچاره مریض حاله. خدا والده خود منه. بله مادر شما هم؟ بله مادرم هم تقریبا به 18-19 سال میشه رضا کارم. بخش زمانی که قابله ها با مرکز رهی نبید اونا دعای محلی بیدن که من خود من خیلی اینا میرفتم خونه به خونه و امون ولادت میداد بس پس اون بار میدشم به سکل خور میدشم. از همچو مادر بعد همچو فرزند باشه و انشالله ما مطمئنم که 10 سال بعد هم که ما این برنامه داشته باشیم به قوقابیین اگر انشالله که شما هستین اگر عیانا نبودین فرزندان شما انشالله جانشین شما هستن. بیننده گرامی در قلعه زیبای قوقاب یک آنتن مخابراتی هم هست که در اینجی تمام امکانات مخابراتی از قبیل اینترنت و تماس و اینها هم میشه استفاده میکنن مردم روستا یعنی یک رفاهیت خوبی شده. در کنار بیاین به کنار میبین در کنار عبدالناصر جان هستم مسئول امی آنتن مخابراتی و میخوایم که توضیحات بیشتر بدین که از چند سال میشه که هست و چقدر مردم از این استفاده میکنن؟ این آنتن به مدت 7 ساله که امیجی فعالیت داره. از خدمات اینترنت 3G استفاده میکنن. هم تماس و اینترنت رو هم میگیم؟ فعاله بله. خیلی خوبه واقعا در روستا مثل روستای دوردست مثل قوقا وقتی خدمات اینترنتی هست یعنی مردم راحت تر میتونن در به جهان وصل باشن و یعنی تمام مشکلات خود حل کنن. اقوامی در خارج دارن تماس های اینترنتی دارن. انشالله که مردم راضی هستن از وجود ای بله تقریبا به مدت جلو از امی تولات امی تریجی از ای واقع کردن ببردن. ما کوشش میکنیم که او هم خدمات رسانی بیشتر باشه و بیاست بیاره نصب کنیم برای مردم. انشالله. بیننده‌های گرامی یکی دیگر از برنامه های ما در روستای زیبای قوقا به پایان رسید. برنامه آواخاک ما واقعا دلکن از این روستای زیبا نیستم البته از تمام روستاهایی که میایین برنامه درست میکنین و لذت بسیار خوبی داره روستاگردی و انشالله امیدوارم که شما بیننده عزیز هم این از این فضاهای زیبا حتما بیاین استفاده کنین بیاین دور بزنین تا ای که انرژی بیشتر بگیریم. تا برنامه بعدی و معرفی روستای بعدی که با جمع همکاران به حضور شما ایزان میاییم الله یار و نگهدار شما. ولی من این طرف نمیرم دوباره بر میگردم برات خب واقعا زیبای کم قدم بزنم بدرود.